نظارت نادرست نیروهای بین المللی و افغان از سرحدات کشور باعث شده تا دواهای بیکیفیت و غیرقانونی به طور قاچاق از کشورهای همسایه وارد افغانستان شود. مقام های وزارت صحت عامه با ابراز این مطلب می افزاید در نظر دارد برای جلوگیری از قاچاق دواهای بیکیفیت به کشور پلیسی جدی را ایجاد کند. زکریا فتیزاده مسئول عمومی نظارت بر کیفیت دواها در کشور به افغان نیوز گفت نامنی و نظارت نادرست نیروهای بین المللی و افغان از مرزهای کشور باعث شده تا دواهای بیکیفیت و غیر قانونی به طور قاچاق از کشورهای همسایه وارد افغانستان شود و این موضوع وزارت صحت را با مشکلات جدی مواجه ساخته است و از دولت خواست تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از قاچاق دواهای بیکیفیت و غیر قانونی روی دست گیرد. یکی از مشکلات ریاست عمومی فارمسی و بوم وزارت صحت عامه است که مرزهای کشور ما باز است. متاسفانه دیگر از این مرزهای کشور ما، از کشورهای مرز ما ادویه به شکل قاچاق و بلتی میگنش وارد مارکت های دوایی کشور ما میشن. از سوی دیگر دکتر عبدالبصیر سرور معین اداری وزارت صحت عامه میگوید این وزارت در نظر دارد برای جلوگیری از قاچاق و تولید دواهای بیکیفیت و غیر قانونی در کشور قوانینی جدی را وضع کند. تشویش وزارت صحت عامه مو تشویش کل ملت دارد از دواهای بیکیفیت. مثلا من مثال براتون میگم، تا حالی بیش از 450 تن دوای بیکیفیت در سوختانده شده و تخریب شده از بین رفته. گفتنی است که تا حال در کشور 13 دواخانه، 14 کارخانه خصوصی تولید دوا و یک فابریکه دولتی وجود دارد که به گفته مقام های وزارت صحت عامه این تعداد نمیتواند نیازهای مبرم مردم را برآورده سازد.